سلام دوستان، صبح شبتون بخیر. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. تا الان امروز چهارشنبه هست، بالاخره روز انتخابات تموم شد. هنوز نتیجه خاصی از انتخاب نداریم، الان به سایت بلومبرگ و در واقع نقشه سر میزنیم. امروز طبق معمول میخوایم مرور کنیم ببینیم اول اخبار چه خبر. قاعدتا خبر اول انتخابات بوده و اخبار دیگر رو ببینیم که اوضاع از چه قراره و بریم سراغ چهارتامون ببینیم امروز قراره چی کار کنیم. با ما همراه باشید. خب قبل از هر چیز برسیم به در واقع بحث انتخابات. من نقشه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو اینجا دارم، اما قبل از اینکه سراغ اینها بریم، قبل از اینکه در واقع راجع به انتخابات بخوایم صحبت کنیم، وضعیت فعلیش رو بخوایم صحبت کنیم و چیزی که انتظار داریم اتفاق بیفته به زودی، یه دو تا خبر خیلی کوچیک بخونم تا حالا چند نفر تعداد اعضای لایو هم بیشتر بشه و بیایم سراغ انتخابات. یه خبر جالب از کالیفرنیا داشتیم امروز که در واقع پروپوزیشن 22 رو تصویب کردن رای دهنده ها. چیز خاصی نیستش، صرفا بحث اینه که در واقع به اوبر و لیفت، در واقع اوبر و لیفت رو مجبور میکنه به اینکه در واقع کارمنداشون رو، راننده هاشون رو به عنوان امپلوی بشناسن، به عنوان کارمند واقعا بشناسن و بهشون حالا حقوق و مزایای کارمند رو بدن. خب این باعث شد که اوبر و لیفت سهامشون رشد قابل توجهی داشته باشه، از حدود 35-6 دلار تا حدود 40 دلار اوبر رشد داشت و از 26 دلار تا 29 دلار هم لیفت. اخبار جالبی بود، حرکت جالبی بود واقعا، در اوپنینگ قدر رشد داشتیم. دیگه خبر دیگه که قبل از حالا رسیدن بحث انتخابات بخوایم نگاه بکنیم، میچ مکانل گفته که در واقع ممکنه که استیمولس بیل، قطعا استیمولس بیل هنوز نیازه و اینکه ممکنه که در واقع ایالت ها و در دولت های محلی مجبور بشن که کمک رسانی بکنن به مردم در کنار حالا دولت فدرال یا فدرال گاورمنت که قرار بود این کار رو بکنه. این خب میتونست خبر خوبی باشه برای مارکت، اینکه احتمال در واقع کمک ایالتی وجود داره، اما از طرفی انقدر در واقع بازار حواسش پرت به انتخابات هست که بعید میدونم که اینا تاثیر قابل توجهی داشته باشه. خب ما قبل از اینکه در واقع بخوایم آرای ریاست جمهوری رو نگاه بکنیم، به چیز نگاه بکنیم، به سنا نگاه بکنیم. سنا 47-47 هستش الان، کاملا وسط هستیم. آلاباما تغییر کرده از 4 سال پیش تا الان، یعنی از در واقع دموکرات به جمهوری خواه تغییر کرده. از اون طرف کلرادو و یکی از آریزونا ها فعلا تغییر کردن از جمهوری خواه به دموکرات. فعلا 47-47 تیم توی دموکرات و جمهوری خواه، خیلی خبری نیست. اما انتخابات ریاست جمهوری که خب قاعدتا من فکر میکنم که همه در حال دنبال کردنش هستن، الان در واقع 238 به 213 هستیم توی آرای الکترال. ایالت هایی که جالب بود و مهم بود، یکی ایالت آریزونا بود که در واقع 4 سال پیش ریپابلیکن بودن، جمهوری خواه بودن، امسال بایدن موفق شد برنده بشه. این دایره سیاهی که اینجا میبینید کنار علامت آریزونا اینه. ایالت نبراسکا رو داریم که ایالت نبراسکا و مین، این دوتا ایالت تفاوتشون با بقیه ایالت ها اینه که این دوتا ببین تو بقیه ایالت ها هر در واقع هر حزبی که اکثریت رو بیاره کل صندلی های اون ایالت، کل رای های الکترال اون ایالت مختص داده میشه به اون حزب، اما حزب در واقع ایالت نبراسکا و مین تفاوتشون اینه که صندلی ها جداگانه تخصیص داده میشه و برای همین میبینیم که توی نبراسکا یه دونه آبی وجود داره و بقیه قرمزن. پس این هم یک دونه در واقع رای جلوتر برای حزب جمهوری خواه. البته ایالت های مهم هنوز باقی موندن، ایالت های مهم ویسکانسین و میشیگان و پنسیلوانیا، نورث کارولینا و جورجیا هستن. همطور که میبینید هنوز رنگشون کم رنگه. توی جورجیا 50-48 رو داریم دونالد ترامپ بایدن، نورث کارولینا باز هم همینطور 50-48.7، هم پنسیلوانیا البته دونالد ترامپ مقدار قابل توجهی جلوتره، میشیگان جو بایدن با 0.5% اختلاف فقط جلوه و ویسکانسین هم در واقع همینطور با حدود با کمتر از 0.5% اختلاف جلوه. من اینا رو از سایت بلومبرگ دارم میبینم، صرفا تکرار بکنم.
در کل اگر بخوایم تعداد آرا رو نگاه کنیم، حدود 80% در واقع آرایی که پیش بینی میشد تا حالا شمرده شده، پس هنوز جا هست، هنوز مشخص نیستش که رئیس جمهور کی قراره باشه. از طرف دو طرف در واقع انتخابات اعلام کردن که ما باید برنده باشیم و حالا به دلایل مختلف. اما خب چیزی که واضحه اینه که طبق کانستیتیوشن، طبق قانون اساسی آمریکا، الان هیچ اتفاقی نیفتاده، کاملا بیطرف هستیم و مارکت هم نمیدونه چه اتفاقی افتاده. الان بهش میرسیم و میبینیم که چه جوری داره ریاکت نشون میده. اتفاق جالب این که دونالد ترامپ یه چند ساعتی از توییت نکرده، این خیلی عجیبه، نشون میده که میدونه که هر حرفی بزنه میتونه بر علیهش استفاده بشه. دیگه اگر بخوایم به نکته جالبی برسیم، همون دیگه، فقط آریزونا در واقع استیتی بودی که 2016 ترامپ رأی داده، امسال به در واقع دموکرات ها رأی دادن و یه دونه صندلی از نبراسکا هم فعلا چرخیده. بس صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، چه در انتظارمونه. کماکان دنبال ترید نمیگردیم با توجه به این وضعیت، با توجه به این وضعیت عدم اطمینان کماکان دنبال ستاپ خواهیم گشت. هیچ دلیلی نداره این هفته یا امروز بخوایم وارد ترید بشیم اگر تریدی مطمئن نیستیم. اگر میخواین تریدی هم بکنید، ترید های طولانی مدت، ترید های چند ماهه، چند ساله شاید خوب باشه، ولی ترید های کوتاه مدت اصلا توصیه نمیشه اگر حرفه ای نیستید. من خودم رو هم حتی حرفه ای نمیرم اونقدر که بخوام وارد ترید بشم امروز. و اما قطعا به بازار نگاه کنیم ببینیم که چطور داره برخورد میکنه. میدونیم که تکنیکال ها میتونن بعضا مستقل از اتفاقاتی که توی در واقع دنیا و توی دنیا فاندامنتال ها داره میفته ممکنه عمل بکنن. خب طبق معمول همیشهمون تحلیلمون رو از مهمترین بازاری که میشه بهش نگاه کرد شروع میکنیم، شاخص دلار. شاخص دلار صرفا برای اونایی که جدیدن به خلاصه بخوام بگم، یک سبدی، یک میانگین وزنداری از ارزش دلار نسبت به ارزهای مختلف مخصوصا یورو. خب آخرین صحبتایی که راجبش کرده بودیم این خط قرمز رنگ بود که هفته پیش کشیدیم، این ترند لاین قرمز رنگ به سمت پایین بود که هفته پیش کشیدیم. گفته بودیم که وقتی از این ترند لاین به بالا بیایم ما در واقع بولیش هستیم روی دلار، دلار واسمون قوی به حساب میشه. تا قبل از اون داشتیم توی این چنلی که اینجا دارم علامت میزنم حرکت میکردیم و گفته بودیم اینجا در واقع نقطه بی‌طرفی هست. بعد از اینکه از این چنل خارج شدیم، همزمان شد با خروج از این در واقع ترند لاین قرمز رنگ، گفتیم که خب حالا ما بولیش هستیم روی دلار. اولین هدفمون این ترند لاینی بود که در واقع اینجا داشت بهمون میرسید، رسیدیم بهش، برگشتیم، دوباره برگشتیم و این ترند لاین قرمز رنگ و همچنین این یکی ترند لاین آبی رنگ رو، این دوتا خط رو با هم تست کردیم در حین این در واقع نوسانات انتخابات. من اگر اجازه بدین امروز میخوام از تایم فریم 8 ساعته خارج شم، تایم فریم 12 ساعته برم. علت هم اینه که این نوسانات خیلی بزرگی که داشتیم که به خاطر این بود که یه ایالت اعلام میکرد که برنده شد، یکی از کاندیدها یا برحال ایالت های مختلف، وقتی اخبارش میمد حرکت های بزرگ زیاد داشتیم. سعی من به تایم فریم 12 ساعته میرم که این در واقع این نوسانات رو نبینیم. قبل از که جلوتر برم سوال پرسیدن دوستان که اندیکیتور مورد علاقه من چیه. ببینید تنها اندیکیتوری که در واقع تنها اندیکیتوری که لگینگ نیست، دیر جواب نمیده، دیر خودشون نشون نمیده، قیمته. من به شما توصیه میکنم فقط به قیمت توجه کنید و منظور از قیمت پرایس اکشن، منظور از قیمت ساپورت و رزیستنس، ترند لاین های. شما اگر فوکستون رو بذارین روی اینها واقعا خیلی خیلی بهتر از اینکه از 10 تا ایندیکیتور دیگه استفاده کنید براتون کار خواهد کرد. در مورد ایندیکیتورها توضیح میدم. من چیزی که خودم خیلی، حالا اگر بخوام چیزی اضافه کنم، یکی والیوم حجم معاملات و یکی در واقع الیگیتور بیل ویلیامز اون در یک سشن جداگانه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما اگر بخوام یک جواب کلی بهتون بدم، هیچ کدوم، فقط و فقط قیمت. خب داشتیم راجع به دی ایکس وای صحبت میکردیم، گفتیم آخرین اتفاقی که افتاد این بود که یک تاچ از این ترند لاین بالایی داشتیم و فعلا برگشتیم به ترند لاین قرمز رنگمون. گفتم امروز دنبال ترید کردن نمیگردیم، دنبال این میگردیم که در واقع موقعیت هامون چی هست، چی در انتظارمونه. اگر بخوایم برگردیم به اون تحلیل در واقع اینجا مون، تحلیل ریاست جمهوریمون، ما انتظار داریم که اگر رئیس جمهور یا مجلس، حالا هر کدومشون یا جفتشون،
جمهوری خواه بشن، یعنی اگر ترامپ بتونه رئیس جمهور بشه، برنده انتخابات بشه، احتمال زیاد، ببینید احتمال، هیچ قطعیتی وجود نداره، اما احتمال زیاد با قدرت گرفتن دلار همراه خواهد شد، درست؟ و برعکس اگر بایدن رئیس جمهور بشه احتمالا سقوط دلار رو خواهیم داشت. چرا این اتفاق میفته؟ چون همونطور که اینجا گفتیم اگر بایدن رئیس جمهور بشه با فرض اینکه سنا هم دموکرات باشه، بسته حمایت مالی بزرگی خواهیم داشت و بسته حمایت مالی بزرگ به معنای کاهش ارزش دلار خواهد بود و برای ترامپ و برای جمهوری خواها قطعا برعکس. اما خب مارکت امروز داره به ما سیگنال های میکس میده، از طرفی دلار بولیشه، دلار بالا بود، و از اون طرف وقتی میایم مارکت رو نگاه میکنیم، S&P 500 رو نگاه میکنیم، میبینیم که S&P هم به مقدار خیلی خیلی قابل توجهی بالا بود از این مینیمومی که داشت، بوده 8% 7.5% رشد داشته. خب این عدد کمی نیست واسه S&P، فقط امروز، یعنی فقط در 12 ساعت اخیر، کمتر در 8 ساعت اخیر، چقدر ببینیم، واقعا نمیشه دست کم گرفت این رشد های 3.6 درصد 12 ساعت توی فیوچر های S&P، واقعا حرکت های بزرگیه. آیا چیزی بود که میشد پیش بینی کرد؟ شاید میشد، اما اگر هم میشد من خیلی علاقه نداشتم وارد معامله بشم. من فقط گفته بودم که زیر 3200 دلار، زیر 3200 دلار جاییه که دنبال شورت خواهیم گشت برای در واقع S&P، و کجا دنبال لانگ خواهیم بود وقتی که این ترند لاین اینجا شکسته بشه، که این ترند لاین الان هولوش 3500 دلار داره به اون میرسه. اگر واقعا این شکست اتفاق بیفته، اگر این حرکت واقعا اتفاق بیفته که احتمالاً باید همراه بشه با نمیتونم بگم با برد کی، اما احتمالاً باید حداقل باید همراه بشه با اتمام انتخابات و اعلام نتیجه انتخابات، نتیجه قطعی انتخابات، اون موقع دنبال لانگ خواهیم بود بالای این ترند لاین. پس بالای این ترند لاین لانگ، پایین این ترند لاین برای شورت. اما میگم سیگنالایی که داریم از مارکت میگیریم سیگنالای کمی میکس، از یه طرف رشد بزرگ در واقع S&P رو داریم توی این 12 ساعت آخر، و از طرفی در واقع سقوط دلار رو داریم، رشد دلار رو داریم نسبتاً توی باز 12 ساعت آخر، توی 24 ساعت آخر، و این سیگنال خاصی داره به اون نمیده. ببینید مارکت هم بیش از ما نمیدونه در مورد انتخابات و ما هم هیچی نمیدونیم در مورد انتخابات. نتیجه اصلا معلوم نیست، نه سنا نه ریاست جمهوری، و هر پیش بینی، هر حرفی هم که میزنه صرفا داره در واقع بایاس خودش رو، در اون علاقمندی خودش رو پیاده میکنه. ما این کار رو نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم منتظر بمونیم ببینیم نتیجه چه خواهد شد. پس از شرکت کردن به شدت دوری کنید تو این چند روز، صرفا بررسی میکنیم ببینیم که تکنیکال هامون چطور دارن کار میکنن. خب طلا رو داریم، من این دو تا خط زرد رنگ رو میذارم اینجا باشه. خط زرد رنگ پایینی 1914 هستش که گفته بودیم اولین مرزمونه که بالای اون در واقع دنبال ترید لانگ خواهیم گشت، و بهتر و بیشتر دوست داریم که 1940 1930 این خط زرد بالایی رو رد کنیم برای ترید لانگ. اتفاقی که افتاد در روز گذشته این بود که خب ما این دو تا ترند لاین رو، یکی این ترند لاین یکی این ترند لاین رو، موفق شدیم بشکنیم برسیم به همین 1914 که در مورد صحبت کردیم. در طی نوسانات بازار برگشتیم، ترند لاین سبز رنگ رو یک دور تست کردیم و الان دقیقاً اون وسط داریم ترید میکنیم. اگه تایم فریم کوچیک‌تر بخوایم برام می‌بینیم این حرکت‌ها چقدر حرکت‌های بزرگ و غیر قابل پیش‌بینی هست. این علتیه که ما از بازار دوری کردیم، این علتیه که از نقاط ترید کردن دوری میکنیم توی این شرایط انتخاب. پس این از در مورد طلا. در آیا طلا ممکنه برسه پایین؟ آیا ممکنه که یک پولبک بزرگ روی طلا داشته باشیم تا مثلا 1750؟ من هنوز محتمل میبینم این قضیه رو و اصلا چیز عجیبی واسم نخواهد بود. اگر بریم بالای 1940 و تست کنیم و شروع به حرکت کنیم، نه خیلی احتمالش کمه که برگردیم پایین تا 1750. اما تا قبل اینکه این اتفاق بیفته، مخصوصا تا قبل اینکه 1914 شکسته بشه، کاملا پول بک های بزرگ توی طلا محتمله. اگر اتفاق افتاد ما باید چیکار کنیم؟ من کماکان پیشنهادم این بوده، پیشنهادم این هست، هر طلایی زیر 1800 دلار، زیر 1850 دلار طلای ارزون حساب میشه با نگاه، با رویکرد چند ساله، مخصوصا چند ماه چند ساله. و بهتون پیشنهاد میکنم که طلای فیزیکی بخرید، یا حالا توی بازار سهام اگر میتونید طلای کاغذی بگیرید، اما طلای فیزیکی قطعا بهتر خواهد بود. خیلی وقت نذاریم روی طلا،
نقره رو نگاه کنیم، نقره ببینیم توی این چند روز چطور تغییر کرد. نقره به نظر میرسه که کماکان توی این مثلث گیر کرده. این مثلث از کجا میاد؟ خط قرمز این مثلث در واقع این فاز کانسولیدیشنه که از آگوست امسال شروع شده و خط سبز این مثلث از مینیموم های کرونا شروع میشه و یک ترند لاین داره به اون میده به سمت بالا. به نظر میرسه که فعلا این وسط هنوز گیر کردین. توی در واقع نقره هم ما دو تا عدد طلایی داشتیم اگه خاطرتون باشه، یکی 24.5 دلار بود که اگر بخوایم خطش رو بکشیم میشه اینجا و دقیقا همراه میشه با الان خط قرمز رنگمون، و یکی 26 دلار بود که میشه اینجا. این دوتا خط یکیشون اینجا ساپورت بوده، یکیشون اینجا مدت زیادی رزیستنس بوده، دقیقا مثل طلا. اولیش میتونه موقعیت لانگ فراهم بکنه و دومیش خیلی قطعی تر و مطمئن تر خواهد بود. اگر در واقع کانسرواتیو تر هستید، اگر محافظه کارتر هستید، من پیشنهاد دادم منتظر 26 دلار بمونید، بلا 24 دلار رو میتونید به عنوان مرزتون انتخاب کنید. دقت کنید، من نمیگم اگر 24 دلار شکسته شد وارد ترید لانگ بشین همینجوری میره بالا. اگر شکسته شد منتظر میمونیم، منتظر ریتست میمونیم و ادامه حرکت. خب پلاتینیوم میگم امروز روز خوبی نیست برای اینکه بخوایم شروع کنیم برای اولین بار راجع بهش صحبت کردن. اجازه بدین روز جمعه که فرصت بیشتر داریم به اینا میپردازیم. S&P رو با هم مرور کردیم. چی داره میبینیم؟ من چیزی که دارم میبینم یک رنج، این رنج اینجاست که از کی شروع شد؟ از اوایل سپتامبر این رنج شروع شد، یعنی بعضی که آل تایم های رو ثبت کردیم این رنج شروع شد و فعلا داریم توی این رنج حرکت میکنیم بین 3200 و 3600. آیا این بالا موقعیت خوبی میتونه باشه برای شورت؟ اگر اخباری بیاد مبنی بر این که در واقع قرار نتیجه انتخابات میکس باشه. نتیجه میکس منظور چیه؟ نتیجه میکس منظور ریاست جمهوری یک حزب و اکثریت مجلس با حزب دیگه است. اون موقع شاید موقعیت خوبی باشه، مخصوصا اگر بایدن رئیس جمهور بشه و سنا جمهوری خواه باشه. من سوالتون رو دیدم، جواب میدم، اجازه بدین یه ذره جلوتر بریم. وضعیت مشابهی توی داو و نزدک هم داریم، اونا هم به امروز رشد داشتن. توی نزدک هم این ترند لاین رو داریم، اگر این ترند لاین شکسته بشه دنبال لانگ خواهیم بود و الا نه، که من بعید میدونم این راحتی قرار باشه در حداقل در هفته انتخابات شکسته بشه ترند لاین بولیش نزدک. توی داو هم وضعیت مشابهی داریم. چرا همه ایندکس‌ها رو نگاه میکنیم؟ ببینید، یک تئوری هست به نام داو تئوری. داو تئوری میگه که اگر همه در واقع شرکت‌ها یا همه ایندکس‌های اصلی یک کشور در حال رشد باشن، میشه در واقع نتیجه گرفت که کل اقتصاد اون کشور به نوعی در حال رشده. حالا ممکنه که بگه آقا 3 تا ایندکس نداریم، 4 تا ایندکس داریم، راسل هم داریم، آره اونم هست، اما ایندکس های اصلیمون همین 3 تا هستن، S&P، نزدک و داو هستش. و ما این رو استفاده، ما این رو لزوما نمیگیم که در واقع ایندکس ترید بکنیم، ما این رو استفاده میکنیم برای ترید کردن فارکس، برای ترید کردن فلزات با ارزش و برای تقویت و تمرین در واقع تکنیکاله. خب پرسیدن که خط ترند لاین شما خیلی بزرگه، شما ترید بلند مدت میکنید، شما بالانسمون کوچیکه، ترند لاین یک ساعته میگیریم. ببینید، اگر بالانستون کوچیکه، یعنی اگر اندازه اکانتتون مهرداد، اندازه اکانتتون نباید هیچ باعث این بشه که در واقع تعیین کننده این باشه که شما تریدتون رو چجوری پیدا میکنید و چجوری اندازش میگیرید. خب شما اگر احساس میکنید که به خاطر کوچیک بودن سایز اکانتتون مجبورین که در واقع ترید کوتاه مدت بکنید، من پیشنهاد بهتون میدم که فعلا اکانت لایوتون رو بذارید کنار، اکانت دمو باز بکنید با اندازه بزرگ و ترید درست بکنید. خب توی تایم فریم یک ساعته اگر بخواید در واقع، من نمیگم درسته یا غلطه، اما توی تایم فریم یک ساعته نوسانات خیلی بزرگه و پیش بینی واقعا سخته. و از طرف دیگه هم شما تو تایم فریم یک ساعته بخواید ترید بکنید، مدت زمان زیادی باید پشت چارت ها بگذرین. من تمام زمانی که پشت چارت ها میذارم یه ساعت صبح که برای شما صحبت میکنم، یه حدود یک ساعت هم بعد از ظهر، درست؟ پس نذارید اندازه اکانتتون تعیین کننده این باشه که چه تریدی میخواین انجام بدین و چقدر استاپلاستون میتونه دور باشه. این یک. من گفتم بارها بارها گفتم تایم فریم 8 ساعته ترید میکنم، چون همونطور که دارین میبینین تایم فریم 8 ساعته، تایم فریم حالا 4 ساعته، 8 ساعته اون قد چیز نیست، تایم فریم 8 ساعته خیلی تکنیکال ها خوب جواب میدن، خیلی بادی کلوز ها خوب جواب میدن. چرا؟ چون که نوسانات
بازار نوسانات خیلی سریع بازار که توی یک ساعت به شکل حرکت دیده میشه، اینجا به شکل نویز دیده میشه، حذف میشه و میتونه کلاریتی بهتری بهمون بده. من به شخصه کاری که میکنم تصمیم تریدم رو روی 8 ساعته میگیرم و حتی اغلب مواقع در 80% مواقع نقطه ورودم رو، انتری پوینتم رو هم از روی در واقع 8 ساعته انتخاب میکنم. هرچند بعضی مواقع بهتری که آدم سراغ اگر برای انتری پوینت کمی بهتر میشه سراغ نمودار نیم ساعته یا یک ساعته رفت، ولی تحلیلتون حتما روی 8 ساعته بالا انجام بدین. کماکان پیشنهاد من اینه که عجله نکنید. تریدینگ یه پروسه ایه که قرار سالها طول بکشه یاد گرفتن، چیزی نیست که قرار شد تو یه روز دو هفته یه سال یاد گرفتید بشه تموم بشه شروع کنید ازش پول در آوردن. پروسه زمانبری هست، پس اجازه بدین، وقت بدین به خودتون، پولتون رو ریسک نکنید، کپیتالتون رو نگه دارین، به سرمایه‌تون اضافه بکنید از بیرون اما ازش خرج نکنید. روی در واقع اکانت لایف کار، روی اکانت دمو کار بکنید با سایز بزرگ و اجازه بدین که در واقع اون کریتیویتی، اون خلاقیتتون خودش رو نشون بده، محدودش نکنید به خاطر اکانت سایزتون. این جواب من به سوال شما بود. حالا ممکنه که آدمای دیگه جوابای دیگه بهتون بدن. یه سری هستن اسکالپر هستن، توی یک روز ممکن 10 تا ترید بکنن، نمودار 2 دقیقه 3 دقیقه رو نگاه بکنن. این کار اونجا بودم، این کارو کردم و بهتون پیشنهاد نمیکنم برین، جای خوبی نیست. خب از بازارهای مالی، قبل اینکه از بازارهای مالی بخوایم خارج شیم، ویکس رو دوست دارم نگاه کنیم با هم. ویکس ولاتیلیتی ایندکس، اینو رو صحبت کرده بودیم، این در واقع ایندکس ترس هستش، یه جورایی برگرفته از S&P 500 هست، برگرفته از اندیس اصلی در واقع بورس آمریکا هست و یه جورایی مقدار حرکت رو نشون میده. همونطور که میبینید این قله خیلی بزرگی که اینجا به وجود اومد به خاطر در واقع اون سقوط بزرگ کرونا بود و انتظار داشتیم، من به شخصه انتظار داشتم که در نزدیکی انتخابات یک رشد خیلی قابل توجهی از این داشته باشیم. هرچند که این چنل اینجاش رو موفق شد بشکنه، از 30 به حدود 40 برسه، به 40 دلار برسه، اما ادامه پیدا نکرد و الان برگشتیم دوباره و الان ولاتیلیتی ایندکس در 29 به سر میبره، یعنی ولاتیلیتی نسبتاً پایینی وجود داره و خب واقعا جالب هست و این نشون میده که هنوز مشخص نشده، هنوز اون نتیجه نهایی برای انتخابات مشخص نشده. پرسیدن یعنی 4 ساعت هم نه، چرا 4 ساعت و 8 ساعت خیلی فرق نمیکنه، 4 ساعت و 8 ساعت خیلی فرق نمیکنن با هم از لحاظ حالا فلسفی بخوایم بهش بگیم چی بخوایم بگیم، ولی من 8 ساعت رو ترجیح میدم چون یکم کمتر از 4 ساعت نویز داره، یکم کمتر از 4 ساعت نویز داره و اینکه هر کندلش یک سشنه، یعنی یک مفهوم دنیای واقعی هم توش وجود داره، ولی نه فرق نمیکنه. اگه 4 ساعت هم دوست دارین 4 ساعت هم، اگه 8 ساعت ساختم براتون سخته، هرچند دو تا ویدیو هستم اگر احساس میکنین سخته اصلا مشکلی نداره، میتونید از 4 ساعت استفاده کنین. همین تحلیل ها رو میشه کاملا مپ کرد به 4 ساعته. خب تنها بازاری که خیلی منطقی تر از بقیه بازارها داره عمل میکنه، البته اون هم با پیش بینی ما خیلی در سازگار نبود، بیت کوین هست. خب ما بیت کوین رو مدت هاست، خیلی وقته که در موردش داریم صحبت میکنیم، از وقتی هولوش 9000 10000 بودیم راجعش صحبت کردیم که موقعیت خوبی برای خرید، هنوز هم داریم این حرف رو میزنیم، هنوز اینجا همین صحبت رو کردیم، بین 10000 11000 تا هم گفتیم منتظر بیت کوین زیر 10000 تا نباشید بخرید و دیدیم که اتفاق افتاد و هنوز هم این حرف رو میزنیم، هنوز هم بیت کوین زیر 14000 دلار، زیر 18000 دلار و حتی زیر 20000 دلار بیت کوین ارزونیه. دوباره میگم اگر ویدیو بیت کوین رو ندیدید برید توی هایلایت های پیج نگاه کنید، اگر یک ویدیو تو زندگیتون میخواید راجع به تریدینگ ببینید اون ویدیو رو ببینید و یه ویدیو دیگه هم در حال آماده شدنه، من دارم روش کار میکنم، متنش آماده شده فقط فیلم برداریش مونده، در مورد بیت کوین و اینکه توی بول سایکلش که شروع شدیم، بول مارکت که شروع شده، چطور باید ترید کنیم. یک یادآوری خیلی سریع بعد از اینکه این ترند لاین قرمز رنگ اینجا شکسته شد، وارد بول مارکت بیت کوین شدیم و از اینجا به بعد قراره که 6 7 ماه جالبی رو داشته باشیم. بیت کوین اتفاقی که تو این چند روز افتاد این بود که خب ما انتظار داشتیم که یک بازگشت داشته باشه بیت کوین به خاطر عدم اطمینانی که به خاطر انتخابات به وجود میاد. این اتفاق نیفتاد. فعلا بیت کوین بالای 14000 دلار حتی داره ترید میشه و خیلی خیلی هلتی هستش، خیلی سالم هستش، هرچند توی در واقع پترن هولدینگ، پترن نگهدارنده اینجا گیر کرده، اما ببینیم که بعدش حرکت چی خواهد بود. بهترین روش ترید بیت کوین اگه خلاصه بخوام بگم، شما در هر نقطه‌ای که هستید
نگاه بکنید، مثلا اگر اینجا هستید نگاه بکنید آخرین قله که ثبت شده کجاست، و از اون قله 30% بیایم پایین و یک اوردر توی 30% پایین تر بذاریم. الان در حال حاضر آخرین قله کجاست؟ همین جایی که هستیم، 14100. 30% پایین تر در 10000. ممکنه اگر برسه واقعا میتونید خوشحال بشید، چون اگر برسه به 30% پایین تر معمولا خیلی سریع، خیلی خیلی سریع برمیگرده بالا. بذارید در مورد دیتیلش بیشتر توی ویدیو صحبت کنم، الان از حوصله لایومون خارجه. اتریوم چیه وضعیتش؟ اتریوم خب ما این ترند لاین رو داشتیم این پایین، من بکشمش، این ترند لاین بسیار زیبا رو این پایین داشتیم، ترند لاین بسیار بسیار تکنیکال. اتفاقی که افتاد اینه که یک تاچ، دو تا تاچ و آخرین تاچ رو هم در همین چند روز منتهی به انتخابات گرفتیم. بعد از اینکه این تاچ ها برخورد کرد برگشتیم بالا، الان حدود 405 دلار داریم ترید میکنیم. گفته بودیم اتریوم بالای 390 دلار اتریوم بولیش هستش. اگر این شکست با یک تست همراه بشه یا اینکه بریم و لول 420 رو بشکنیم و با تست همراه بشه، میتونه خیلی حرکت ادامه داری رو توی بیت کوین، توی اتریوم هم ببینیم و سایر آلت کوین ها. هرچند که بیت کوین کار سخت و قرار انجام بده، احتمالا بیت کوین هر طبقه کسی هستش که جلو خواهد رفت و بقیه آلت کوین ها دنبالش خواهند. پرسیدن که توی سشن آسیا تا اروپا اگر داشته باشیم تو سشن نیویورک خلاف اون اتفاق میفته، چون من تو کندل 8 ساعته دو کندل اول روندش یکیه. درسته یه جورایی. ببینید نیویورک یکم برعکس معمولا عمل میکنه، این صبح نیویورک مخصوصا اگر بیش از حد آسیا و لندن باعث افزایش یه چیزی شده باشن، نیویورک برش میگردونه یکم. و اما از طرف دیگه چیزی که مهمتره بهش توجه کنیم اینه که کندل در واقع کندل آسیا خیلی حجم کمتری داره. من یه مثال خیلی سریع نشون بدم توی مثلا دلار به فرانک سوئیس رو، اگر لحظه اجازه بدین من کم خلوت بکنم اینجا رو که بتونیم در واقع والیوم رو ببینیم، حجم معاملات رو ببینیم. ببینید اگر حجم معاملات رو این پایین نگاه کنید، ببینید که دوتا بزرگ داریم یه دونه کوچیک. من نمیدونم چقدر دیده میشه، امیدوارم دیده بشه. دوتا بزرگ یه دونه کوچیک. اگه دیده نمیشه کندل 8 ساعته رو بیارین توی یکی از جوفرس ها و والیوم رو نگاه بکنید. این کوچیک ها آسیا هستن، اون دوتا بزرگ ها لندن و در واقع نیویورک هستن. و معمولا حرکت قابل توجهی توی آسیا اتفاق نمیفته، واسه همین هم هست که میگیم که از آسیا سیگنال نگیریم و حرکت ها معمولا در نیویورک و لندن اتفاق میفتن و معمولا نیویورک جورای آخر حرکتی، یعنی اگر حرکتی از اواخر آسیا شروع بشه توی لندن ادامه پیدا میکنه و توی نیویورک اون حرکت به پایان میرسه. اما این حرف قطعا قطعی نیست، یعنی اگر بود ترید کردن خیلی کار راحتی میشد. کمی پیچیده‌تر از این حرف هست و کمی نامطمئن‌تر از این حرف هست. راجع به سشن ها هم صحبت میکنیم، من اونم توی تودو لیست هم دارم، یکی از ویدیوهایی که قراره در آینده داشته باشیم. خب راجع به کریپتو صحبت کردیم، اتریوم و بیت کوین رو صحبت کردیم. بازارهای نفتی رو اگر بخوایم نگاه کنیم، ببینید بازارهای نفتی از دو طرف الان تحت فشار، تا سه طرف شاید بشه گفت تحت فشارهای فروش و خرید هستن. من بیام دوباره تایم فریم 12 ساعته یکم بزرگتر باشه، اخباری که داریم یکی در واقع اون هوریکین زتا هستش، در واقع طوفانی که داره اتفاق میفته از رو گلف مکزیک رد شده و الان داره میرسه به در واقع ایالت تگزاس و فلوریدا داره میچرخه. به هر حال اونجا این یه جوری خطر برای نفت حساب میشه. از طرفی اوپک پلاس رو داریم که اون هم در واقع تولیداتش رو افزایش داده، یعنی حداقل گفته بود که میخواد افزایش بده ولی فعلا عقب افتاده. این باعث کاهش قیمت نفت میشه. از طرف دیگه انتخابات رو داریم که انتخابات خودش این عدم اطمینانی که ایجاد میکنه تاثیرش روی قیمت دلار میذاره و طبیعتاً دلار هم تاثیرش روی قیمت نفت میذاره. و در آخر از همه هم کرونا وایرس رو داریم که در واقع توی لندن و فرانسه باعث لاکداون ها شده، باعث توی اروپا لندن داره نگاه میکنه که چجوری بیشتر ادامه بده لاکداون هاش رو و این خودش باعث کاهش تقاضای نفت و طبیعتاً سقوط قیمتش خواهد شد. ما استراتژیمون چیه توی بازارهای نفتی و حالا چیزایی که مرتبط به اون هستن؟ یک، تا وقتی توی رنج هستیم از ترید دوری میکنیم. دو، کجا از رنج خارج شدیم؟ وقتی که به 32 دلار برسیم، وقتی که به 28 دلار برسیم.
پس تا اون موقع صبر خواهیم کرد و بیطرف خواهیم بود در نفت. خب گاز طبیعی چه اتفاقی واسش افتاد؟ گاز طبیعی من دیشب این در واقع فیبوناچی رو کشیدم. این حرکتی بود که ما بخش قابل توجهیش رو گرفتیم. اگر خاطرتون باشه ما از اینجاها از حدود 2.14 هم یکی از نقطه ورودمون بود و نقطه ورود دیگه هم حدود 2 دلار بود که گرفتیم تا حدود 3 دلار تونستیم بریم بالا توی یک رشد 30% خیلی قابل توجه. من این فیبوناچی رو اضافه کردم. این فیبوناچی داره به ما میگه که ما الان در لول 23.6 هستیم. ممکنه که یک در واقع بازگشت داشته باشیم از اینجا. اگه داشته باشیم خوشحال خواهیم بود که در واقع وارد ترید لانگ بشیم، اما ممکنه که حرکت ادامه پیدا بکنه تا 38.2. این لول فیبوناچی داره همراه میشه با این ترند لاینمون، ترند لاینی که از اینجا میاد. اگر همراه بشن جفتشون ادامه حرکت به سمت بالا داشته باشیم خوشحال خواهیم بود که برگردیم به نشرگس. نشرگس توی ماه اخیر یکی از بهترین ترید هامون بود و من واقعا لذت بردم. امیدوارم که همراهی کرده باشیم با ما تریدش رو، اگر اینسترومنت اگر ابزارش رو دارین، اگر نه مهم نیست. موقعیت هایی که تو بازار هستن بی نهایتن. باند 10 ساله آمریکا، این هم بزنیم یه راجع به فاندامنتالاش صحبت کنیم. من الان بخوام راجع به فاندامنتالاش هم صحبت کنم خیلی طولانی میشه، فعلا کاری بهش نداریم. خب بخوایم بریم سراغ فارکس، میدونم چیزی که همتون بیشتر از همه دوست دارین، اما برای اینکه چیز خوب رو آخر نگه دارم خیلی کوتاه تسلا رو هم با هم نگاه بکنیم، چون در واقع یه جورایی نمایانگر بازار در واقع تک خواهد، بازار گروث خواهد بود توی آمریکا. خب بعد اینکه در واقع این رزیستنس 407 رو موفق نشد نگه داره، به بالاش اومدیم. این رزیستنس الان تبدیل به ساپورت شده، من رنگش رو عوض میکنم به شکل ساپورت. و همچنین این ترند لاین دیگه‌ای که اینجا داشتیم رو هم به نظر میاد که شکسته و اگر امروز بتونیم بالاش بسته بشیم میتونیم در واقع نگاه بکنیم به لانگ کردن تسلا، هرچند که توی موقعیت وسط انتخابات اصلا توصیه نمیشه. خب خیلی منتظرتون گذاشتم، وقتشه که بریم سراغ بازار فارکس ببینیم چه خبر. خب طبق معمول قبل اینکه سراغ فارکس بریم برمیگردیم به DXY، برمیگردیم به شاخص دلارمون. میبینیم که توی شاخص دلار ما کماکان ساختار بولیش رو داریم. یعنی چی؟ یعنی کماکان بالای این ترند لاین قرمز رنگ هستیم. و ما قبل از که برم جواب سوال شما رو بدم چجوری اینا رو باید بیاییم تو متا تریدر 4، فقط جفت ارزا هستن. ببینید اولا تریدینگ ویو، این سایتی که من دارم استفاده میکنم، مجانیه، شما میتونید برید و همه این بازارها رو ببینید. توی متا تریدر اگر بخواید 8 ساعته استفاده کنید هم ویدیوش گذاشته شده. حالا من نمیدونم دوستان دارم میگم کنترل یو رو بزنم، من خودم متا تریدر خیلی وقت استفاده نکردم، خیلی وقت پیش استفاده میکردم. من تریدر رو ترید هام رو هم روی تریدینگ ویو انجام میدم از طریق اوماندا، ولی میگم تریدینگ ویو مجانیه، میتونید برید همه این بازارها دسترسی داشته باشین. اینسایت بهتون میده، دید بهتون میده، دیدن این بازارهای مختلف و نه لزوما ترید کردنشون. حتی اگر گفتم اگه میخواین دمو تریدینگ هم بکنید میتونید که در واقع از خود تریدینگ ویو، پیپر تریدینگ، تریدینگ ویو استفاده بکنید و از با پول اینجا ترید بکنید همه بازار. خب DXY چی داریم؟ DXY بالای خط قرمز رنگ هستیم، پس استراکچرمون بولیش هستش، اما کماکان این ترند لاین اصلی رو، این ترند لاین بالایی رو در واقع نتونستیم بشکنیم. این ترند لاین اصلی این پایین بود، ترند لاین بالایی رو هنوز نتونستیم بشکنیم و منتظر شکست هستیم، هرچند که یک ریتست موفق گرفتیم. امروز اگر به بازار ارزها بخوایم نگاه کنیم، دلار استرالیا، این AXY Australian Dollar Currency Index، دلار استرالیا اندکی 0.24% مثبت بود، پوند 0.5% منفی بود، دلار کانادا 0.1% مثبت و یورو و ین هم تقریبا بدون تغییر در طول روز بودن. بریم ببینیم که توی جفت ارزهای چه معنی داره این. من عذر میخوام. بریم ببینیم که توی جفت ارزها چه معنی داره. از دلار آمریکا به دلار کانادا شروع میکنیم. از دلار آمریکا به دلار کانادا شروع میکنیم. خب اتفاقی که افتاده بود این بود که هفته گذشته، من برگردم به 12 ساعت، خیلی 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 نمودار چاپیه، خیلی حرکت داره. خب اتفاقی که افتاده بود این بود که توی هفته گذشته بازگشت در واقع دلار آمریکا رو داشتیم. این همون معادل دلار قدرت گرفتن دلار آمریکا دلار کانادا.
رزیستنس 1.3329 رو نتونست بشکنه و ادامه حرکت بده، پس این میشه که رزیستنس باقی موند. 1.32 رو هم رد کرد در طول در واقع نوسانات انتخاباتی که حالت ریتستی هم ازش داشتیم. من حدس میزنم که حالا دوستانی که تایم فریم کوچیک‌تر داشتن ترید میکردن، این ویک ها این در واقع سایه های خیلی بلند احتمالاً کلی از استاپ هاشون رو زده و برای همینه که ما دوری میکنیم از ترید کردن در این زمان ها. فعلا ساپورت 1.3142 به نظر میاد داره خودش نگه میداره. خیلی حدودی تر بخوایم بگیم کلا 1.31 اگر یه عدد روند بخوایم اسم ببریم، این پایین داره ساپورت نگه میداره. اگر هر دلیلی دلار آمریکا شروع به ضعیف شدن بکنه که معادل خواهد بود در واقع با احتمالا پیروزی بایدن، میتونه موقعیت لانگ موقعیت شورت خیلی خوبی اینجا باز بشه برای دلار آمریکا به دلار کانادا. دلار آمریکا ین ژاپن رو داریم. دلار آمریکا ین ژاپن، ما اگر به خاطرتون باشه در مورد این مثلث داشتیم صحبت میکردیم در طول دو سه هفته گذشته باشید در طول دو سه هفته گذشته و گفته بودیم که اگر این مثلث شکسته بشه که شد به سمت پایین، میتونیم آماده حرکت بزرگتر باشیم. حرکت بزرگتر اتفاق افتاد، این ترند لاین اینجامون اگر نمیبینید در واقع خطایی که من میکشم راحت هم من بگین، این ترند لاین اینجامون موفق شد نگه داره. شروع کردیم به نوسان کردن، کانسولیدیت کردن، چیزی شبیه یک بیر فلگ داره اینجا ساخته میشه، هرچند که فلگش کمی بزرگتر از چیزی که باید باشه نسبت به در واقع پولش، نسبت به خود میله پرچم خیلی بزرگ است، اما کماکان ساختار بریش هستش، ساختار در واقع خرسی هستش. الگوی سر و شانه رو دارن میگن، الگوی هد اند شولدرز. بذاریم ببینیم من میبینم چیزی اینجا یا نه. ببینیم تو تایم فریم کوچیکتر، تایم فریم 8 ساعته، ببینید هد اند شولدرز سر باید حتما بالاتر از شونه ها باشه و شونه ها باید هم اندازه باشن. اگر منظورتون اینه از هد اند شولدرز که خب سر بالاتر نیست و شونه ها هم عرض نیستن، نمیدونم روی دلار به ین دارین میگین یا دلار به دلار کانادا، اونجا رو هم یه دونه سریع ببینیم. اینجا باز شاید یکم بهتر بشه این هد اند شولدرز رو دید، هرچند من خیلی علاقه ندارم. منظورتون اینه فکر کنم از هد اند شولدرز، شاید نمیگم نیست، اما دوست دارم، من چیزی که دوست دارم ببینم اینه که اگرم هد اند شولدرزی وجود داره این شولدر چپ و راست عرض یکسانی داشته باشن. میبینید که این خیلی نرمتره این شونه چپ و این خیلی تیز و نوسانی بوده شونه راست. اگر هم تو ین میگین که من اینجا اصلا نمیبینم، اما توی دلار آمریکا دلار کانادا شاید تا حدی شاید اینجوری باشه. اگر درست ندیدم، درست پیدا نکردم، عکس بگیرید بکشید، عکس بگیرید برام بفرستین، بررسیش میکنیم با هم توی ویدیوی بعد از ظهر. دلار به پیسو مکزیک رو داریم. دلار پیسو مکزیک هم در واقع ساپورت 20.85 خیلی خوب داره نگه میداره. بله همون منم اینجا دیدم، ولی میگم واسه من ایدئال نیستش، حالا انتخاب خودتون. دلار آمریکا مکزیک پیسو مکزیک رو داریم، ببخشید. یه ترن لاین خیلی قدیمی داریم، این ترن لاین آبی رنگ. اجازه بدید من نمودار سه روزه بیام این ترن لاین بیشتر بهتر دیده بشه. بعد از در واقع لیکویدیتی کرایسیس یا در واقع چی میگن، بعد از بحران نقدینگی دلار آمریکا که باعث افزایش قیمت دلار آمریکا شد نسبت به ارزهای ضعیف‌تر مثل پیسو مکزیک، که دلار آمریکا به پیسو مکزیک رو رسوند به 25 پیسو پر دلار، بعد از اون توی حالت فلگ هستیم، در حال یک سقوط هستیم. و اگر نمودار کوتاه مدت تر بیاییم میبینیم که در واقع در طی نوسانات انتخابات اومدیم و برخورد کردیم به قسمت بالایی این فلگی که داره میاد. زیگزگ، ببینید زیگزگ شاید، ولی نه میگم آخه این حرکت واقعی نیست. علتشو من بگم چرا یکم ریزیلینت هستم به این حرفتون، اینه که این حرکت واقعی نیست. این شونه راست یا این قسمت راست زیگزگ، هر چی می‌خواید اسمشو بذارین، حرکت نوسانی بوده که به خاطر چی ایجاد شده؟ به خاطر اینکه آریزونا گفتش که شد در واقع دموکرات یا فلان استیت گفته شد ریپابلیکن. این دلیل آنچنانی نیست، سرعتش بیش از حد، تناسب تقارن وجود نداره. خیلی خودتون رو درگیر این چارت پترن ها نکنید، فوکستون رو بذارید رو پرایس اکشن،
فوکستون رو بذارین روی خطها و اونجا قطعا خیلی اجه بهتری بهتون میده. خب گفتیم پیسو مکزیک، دلار به پیسو مکزیک از اینجا ریجکت شده، اما از طرفی ساپورت 20.83 این پایین خیلی خوب داره نگه میداره. دوباره باید ببینیم، من الان چیزی که اینجا دوباره دارم میبینم این مثلثه، حالا فکر کنم میشه مثلث کوچیکتری کشید اینجا، احتمالا خروج از این مثلث برای ما حرکت های جالبی داشته باشه. من این مثلث رو نگه خواهم داشت، در قسمت های بعدی به این بر خواهیم گشت ببینیم که چطور از این مثلث خارج شده و اگر خروج موفقیت آمیز و همراه با تست باشه به هر کدوم از دو سمت، خوشحال خواهیم شد که توی ترید دلار به پیسو شرکت کنیم. دیگه پر مهمی که باید مرور کنیم با هم دلار استرالیا ین ژاپن هست. چرا پر مهمیه؟ خب میدونیم که دلار استرالیا در واقع ارز ریسک آفه و ین ژاپن ارز ریسک آنه، یعنی وقتی که در واقع اوضاع توی دنیا خوبه، همه چی آرومه، دلار استرالیا است که بالا میره، وقتی که اوضاع به هم ریخته است همه دنبال یک ارز امن میگردن، همه هجوم میبرن به سمت ین ژاپن و ینه که بالا میره. پس اگر که عدم اطمینان به وجود بیاد، اگر که در واقع این قرار باشه انتخابات آمریکا به سوپریم کورت بره، یا بخواد که در واقع هر جور به هر شکلی بخواد عدم امنیت مخصوصا توی آمریکا به وجود بیاد، احتمالاً ین ارزی باشه که ارزشش خوب بالا بره. حالا اینو میشه هم توی دلار به ین بازی کرد و من ترجیح میدم که توی دلار استرالیا به ین بازیش بکنم. چی داریم اینجا؟ یک ترند لاین آبی رنگ اصلی داریم، این ترند لاین اصلی مونه، بقیه ترند لاین هایی که این بالا هستن همه کپی شده هستن و فعلا با اینا کاری نداریم، فعلا فقط با ترند لاین اصلیمون کار داریم. اینجا میبینینش، این ترند لاین اصلیمون. خب از طرف دیگه این یکی ترند لاین سبز رنگ اصلی رو داریم که در واقع ترند لاین کورکشنمون هست. چیزی که من الان میبینم، یعنی اگر اتفاقات در واقع کرونا ببخشید انتخابات و اینا اصلا وجود نداشت، چیزی که من میبینم اینه که ترند لاین اصلی رو به بالامون شکسته شده. کجا شکسته شد؟ اینجا شکسته شده، اومدیم پایین، برگشتیم، داریم تست میکنیم چیو؟ هم این ترند لاین رو هم این ترند لاین رو. خیلی زیبا دقیقا در نقطه برخورد این دو تا ترند لاین تست شده و حرکت داره به سمت پایین ادامه پیدا میکنه. آیا موقعیت خوبی برای شورت کردن این هست یا نه؟ اگر مارکت انقدر ولاتایل نبود میگفتم آره، اما الان صرفا نگاه میکنم این رو و پرشم میذارم این رو به عنوان موقعیت شورت و بعد از انتخابات اگر مخصوصا اگر که اتفاق ریسک آفی بیفته، یعنی اگر اتفاق خطرناکی بیفته که باعث دوری سرمایه‌گذار از ریسک بشه، حتما دنبال شورت کردن دلار استرالیا به ین ژاپن خواهیم گشت. چرا؟ چون در واقع جای بعدی که ممکن جلومون رو بگیره چیزی نخواهد بود جز 71.5 و پایین تر از اون، شاید تا خود 70 ین به دلار استرالیا هم پایین بیاد. پس این هم یکی از موقعیت‌های خیلی مهم میمونه. خود دلار استرالیا به دلار آمریکا رو هم بخوایم نگاه بکنیم، من خیلی موقعیت خاصی نمیبینم با توجه به اینکه این ترند لاین اینجا هم شکسته شده. من خیلی موقعیت خاصی نمیبینم مگر اینکه برگردیم دوباره توی این مثلث و فکر کنیم به اینکه کدوم سمتی خواهیم رفت. قطعا علاقه من خواهد بود که به سمت پایین معامله بکنم این رو، مگر اینکه ترامپ بشه، مگر اینکه ترامپ برنده بشه. اگه ترامپ برنده بشه دنبال ترید لانگ خواهیم گشت، لانگ دلار استرالیا خواهیم گشت، چون احتمالاً همراه خواهد شد ببخشید دنبال ترید شورت خواهیم گشت، چون احتمالاً همراه خواهد شد بود با قدرت گرفتن دلار آمریکا. دیگه اگر بخوایم پر دیگه رو نگاه بکنیم، یورو به پوند رو داریم. یورو به پوند واقعا اتفاق خاصی داره نمیفته. این چنل رو ما هفته هاست که داریم بهش نگاه میکنیم، از کی ماه هاست داریم بهش نگاه میکنیم، از 11 سپتامبر شروع شده به این ور توی چنل رو به پایین بودیم و هستیم. چند تا در واقع خروج غیر واقعی داشتیم، خروج فیک داشتیم که همشون برگشتن داخل چنل، کماکان داخل چنل هستیم و الان قسمت بالای چنل به نظر میاد ریجکت شدیم. اگر تا وقتی توی این چنل هستیم، من علاقه به ترید کردن پوند به یورو ندارم. خارج به هم بشیم در موردش صحبت خواهیم کرد. یورو به دلار رو ببینیم. یورو به دلار هم راجبش خیلی صحبت کرده بودیم و واقعا پر جالبی هست مخصوصا توی این دوران برای نگاه کردن. ببینید خطهای مهمی که توی یورو به دلار داریم، یکی ترند لاین 12 سالمون، خیلی سریع ترند لاین 12 ساله یورو از سال 2008 به این ور دیگه، هوریزونتال لاین خط افقی 1.77
درسته 1.1755 معروف رو که راجعش صحبت کرده بودیم. بالای 1755 موقعیت لانگ و پایین این ترن لاین موقعیت شورت قطعاً وجود داره. الان کجاییم؟ الان دقیقاً وسطیم. دقیقاً وسط این دو تا خط هستیم و هیچ صحبتی من حداقل برای گفتن ندارم. اگر بایدن بشه ضعف دلار ادامه پیدا بکنه، دنبال ترید لانگ خواهیم گشت توی یورو به دلار. اگر ترامپ بشه دنبال ترید شورت خواهیم گشت، ممکنه ما رو برگردونه حتی تا به این ساپورتایی که در 1.12 باقی گذاشتیم. پر دیگه ای که با هم میخوایم نگاه کنیم یورو به ین ژاپن هست. یورو به ین ژاپن وضعیتش چیه؟ اجازه بدید من کمی خلوت بکنم اینجا رو، احتمالاً چیزای بهتری بشه دید. چارتاتون رو همیشه تمیز نگه دارید. حالا من درست شد همیشه این کار نمی کنم، اما شما انجام بدین. چیزی که من دارم میبینم توی یورو به ین ژاپن یک بیر فلگه. ببینید آیا شما هم میبینید این رو؟ این بیر فلگ رو من دارم اینجا میبینم و میتونی منتظر در واقع ادامه حرکتش به سمت پایین باشیم. دوباره اگر سناریو عدم اطمینان، سناریو عدم در واقع امنیت اتفاق بیفته، این بیر فلگ احتمالاً ادامه خواهد داشت به سمت پایین. این هم پس در مورد یورو به ین. من داریم به آخر پیرامون میرسیم، اگر سوالی چیزی داریم مطرح کنیم. در مورد پوند به دلار آخرین صحبتی که کرده بودیم این ترن لاین خیلی تکنیکال و خوشگل بود که چهارمین برخوردش رو هم همراه با برخورد به ساپورت 1.2854 داشت. بعد از اون به سمت بالا حرکت کردیم. اتفاقی که افتاده اینه که رسیدیم به یک محدوده رزیستنسی که این بالا توی 1.3180 وجود داره. برگشتیم فعلا به ساپورت 1.29، خیلی ساپورت مهمی است. ساپورت 1.3 هست در واقع. اگر از اینجا شروع به حرکت به بالا بکنیم، شروع به حرکت نه، متاسفانه همسایمون در حال کار چوب هستش و صدای اونه، من عذر میخوام بابت صدا، به نویز توجه نکنید، به سیگنال توجه کنید. اگر از 1.299 شروع به حرکت به بالا بکنیم، میتونه موقعیت خوبی برای ترید لانگ باشه. من همین الان هم بعد از اینکه اینجا رو در واقع شکستیم ترید لانگ شدم. استاپ لاس هم هنوز روی 1.2854، اما اگر ادامه حرکت بکنیم احتمالاً به پوزیشنم اضافه بکنم چون پوزیشن کوچیک بود. خب دلار نیوزیلند، دلار کانادا، یکی دیگه از پیرهایی که هفته پیش خیلی خیلی خوب ازش سود بردیم، برگشته رسیده به نقطه در واقع شکستمون، نقطه که شکسته شد از در واقع این وج یا این چنل میخواید بهشون بزنیم، شکسته شد اومد بیرون، رسیده اونجا و اونجا داره به شکل ساپورت خودشونشون میده. ادامه حرکت به سمت بالا میتونه منو جذب کنه برای ورود دوباره به در واقع این بازی. اما اتفاقی که افتاده اینه که در واقع خوبی که داره این پر اینه که اولا به دلار آمریکا رفت نداره و این واقعا خوبه. چیزی که به شب داره دلار نیوزیلند، دلار کانادا هست. دلار کانادا به نفس رفت داره که خب تا حد خوبی ایده‌ای داریم از اینکه به چه شکل قرار عمل بکنه و داره عمل میکنه. اگر بازگشت رو ببینیم از اینجا احتمالاً دوباره وارد ترید لانگ بشیم. دنبال با هدف کجا؟ با هدف گذاری جایی مثل 0.89500 یا حتی 0.90 این بالا. ببینیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. من این پیر رو هم علامت میزنم. دلار نیوزیلند به دلار آمریکا موقعیتی نیست. دوباره میگم اگر سوالی دارید بپرسید. خب دلار یورو به دلار استرالیا، یورو به دلار استرالیا هیچ وقت این حرکت بولیشش رو ادامه نداد. دیگه میتونیم فیبوناچی رو پاک بکنیم. این ساپورت تبدیل به رزیستنس شده، رنگش رو به قرمز تغییر میدیم. فعلا ساپورتی که داره ما رو نگه میداره 1.6310 هستش. پرسیدن که شکست جعلی با فرق شکست جعلی و شکست واقعی. بعضی وقتا شکست با حجم بالا اتفاق میفته ولی بعدش بلافاصله روند برمیگرده. ببینید تنها راهی که میشه شکست جعلی از شکست واقعی رو تشخیص داد، انتظار برای یک ریتست، یعنی صبر بکنید و تست ببینید و این تو تایم فریم های بالاتر خیلی بهتر دیده میشه. من الان روی همین نمودار یورو به دلار استرالیا که هستیم این رو نشون بدم. ببینید این خط ترند لاین، این خط رو ببینید، این یه خط بود درسته. ما منتظر شکست بودیم، شکسته شد، اومد بالا، بازگشت، تست، ادامه حرکت. بریم تایم فریم یک ساعت هم ببینیم، شاید اونجا راحت تر دیده بشه. ببینید
شکست اتفاق افتاد، تست دوباره، تست ادامه حرکت، ممکن حتی دو بار هم تست داشته باشیم. حجم معامله لزوما نمیتونه تعیین کننده باشه به دو دلیل. یکی اینکه توی این پست آخر که گذاشتم احتمالاً دیدید، ببخشید پست فکرام هنوز نذاشتم و بعد از لایو حتما میذارم، حجم معاملات توی فارکس، چون فارکس بازار متمرکز نیست، اینه که تفاوت نویز و سیگنال هم میگم، چون بازار فارکس متمرکز نیست، حجم معاملاتی که شما میبینید و حجم معاملاتی که من دارم میبینم یا یک اکسچنج دیگه میبینه فرق میکنه، پس لزوما خیلی قابل اعتماد نیست این حجم معاملات. یک، دو، اینکه لزوما حجم معامله نمیتونه به شما بگه که در واقع ترید این شکست واقعی بوده یا شکست فیک بوده. پس من پیشنهاد میکنم که حجم معامله رو بذارید کنار، به تست نگاه بکنید، به ری تست نگاه بکنید، هر لولی که شکسته میشه منتظر تستش باشید و بعد در واقع در جهتش ترید بکنید. تفاوت نویز و سیگنال، ببینید نویز چیه. یه مثال خیلی جالب اگر از نویز بخوایم بزنیم، هفته پیش بود اگر اشتباه، نه دو هفته پیش بود، من مطمئن نیستم کجای نمودار بود، اما اگر داستان توییت ترامپ بود، داستان توییت ترامپ در مورد استیمولس بود، از اون طرف نانسی پلوسی میگفت ما امیدواریم، از اون طرف ترامپ میگفتش که نه، این نویزه، درست؟ این خبری که باعث حرکت واقعی توی مارکت نمیشه نویزه. سیگنال چیه؟ سیگنال حرکتیه که واقعا معنی تکنیکال داره. شکست این ترند لاین سیگناله، شکست این ترند لاین قرمز رنگ سیگناله، توییت ترامپ نویزه. تفاوت اینها رو در طول زمان میشه متوجه شد، وقتگیر هست و اما در طول زمان میشه متوجه شد. خب ما داریم به آخر وقتمون میرسیم، 54 دقیقه از سر یک ساعت لایو اتوماتیک قطع میشه، پس من 5 دقیقه آخر رو هم منتظر سوالاتتون میمونم. در حالی که دارین سوالاتتون رو میپرسین، سعی میکنم که مثال های بیشتری از سیگنال و نویز بتونیم پیدا بکنیم. یه تفاوت دیگه، یک مثال، متوجه شدن تشخیص نویز از سیگنال منظورتون است، اما خب چیزی نیست. ببینید تریدینگ مهندسی نیست، تریدینگ علم نیست، تریدینگ هنره و من نمیتونم یه فرمول بهتون بگم آقا اگر چه میدونم استاندارد دیوییشنش از این عدد بیشتر بود سیگنال، اگر کوچکتر بود نویزه. نه واقعا واقعا همچین حرفی من نمیتونم بزنم، شاید کسی دیگه بتونه بزنه، من نمیتونم بزنم، اما من چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که ببینید که آیا اخبار که در واقع اون تریگر اون چاشنی سیگنال یا نویز هستن، ببینید که آیا اخبار با تکنیکالاتون همراه هستن یا نه. اگر اخبار هم کاریو میکنه که تکنیکالاتون داره بهتون میگه، پس سیگناله، اما اگر اخبار یه چیز میگه تکنیکال های چیز دیگه میگن، احتمالا نویزه. امروز بازار واگرایی داشتیم، بله قطعا. من فعلا پیشنهاد میکنم دوری کنید از کلدن ترید کردن تا وقتی یه ذره اوضاع آروم بشه. یه مثال دیگه از سیگنال به نویز بخوام بزنم، توی بازار بیت کوینه و اجازه بدید ببینم که دارم این ترند لاین رو اینجا یا بکشمش. بذارید بکشمش. یه ترند لاین اینجا دارم، خب من به این میگم نویز، درسته؟ حالا ممکنه تعریف متفاوت باشه، من به این میگم نویز. این چیه؟ این در واقع سقوط بیت کوین زیر 6000 دلار، زیر 7000 دلاری بود که به خاطر افزایش قیمت دلار و به خاطر در واقع بحران نقدینگی دلار آمریکا اتفاق افتاد. آیا این دوباره اتفاق میفته؟ نه. چرا؟ چون تکنیکال من داره میگه که آقا این ترند لاین رو داریم، این ترند لاین شکسته شده، فعلا قراره بالا این ترند لاین باشیم و همطور که بودیم. این چرا بود؟ چون که ویروس کرونا اومد، ملت ترسیدن و خیلی سریع ترسشون برطرف شد، برگشتیم بالا. این رو من بهش میگم نویز. حالا ممکن ترمینولوژی من با شما متفاوت باشه، منظور شما از نویز چیز دیگه ای باشه، اما من به این میگم نویز و به این شکست تست میگم سیگنال. این سیگناله، درسته؟ تفاوت سیگنال و نویز. حالا ممکنه تعریفتون متفاوت باشه، بگین که آقا چیزی که توی نیم ساعت میبینیم سیگنال نویزه، تو چیزی که توی 8 ساعت توی روزانه میبینیم سیگناله، ولی خب میگم تعاریف متفاوته. خب سشن لایو خوبی بود، من لذت بردم، هرچند که دنبال تریدی نبودیم، تریدی هم پیدا نکردیم، اما نگاه کردن بازارها لذت بخشه. یه سر خیلی کوتاهی بزنیم نتیجه انتخابات قبل اینکه بخوایم قطع بکنیم لایو رو. خب قاعدتا خیلی تفاوتی هنوز به وجود نیومده، فعلا رای شماری ها ادامه داره، احتمالا ایالتی مثل مخصوصا پنسیلوانیا
حالا حالاها طول بکشه اومدن نتایج رأی گیریش. ویسکانسین و میشیگان آخرای شمارش رأیشون هست، بایدن کمی واقعا کمی جلوتر هست، نورت کارولینا ترامپ قابل توجه جلوتره، جورجیا هم همینطور، پنسیلوانیا، ولی هنوز رأی شماری ها خیلی کامل انجام نشده، 70% رأی شماری شده. آلاسکا هم 3 صندلی داره، اونم 50% رأی شکسته شده، فعلا ترامپ و میتونه تغییر بکنه. خب that's it، من دیگه صحبتی ندارم، 1 دقیقه آخرم صبر میکنم. خب خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون که همراه من بودید در این روز بسیار جالب، در این لایو بسیار جالب. امیدوارم که خسته نباشید، امیدوارم که ترید های خوبی داشته باشید و ترید های بهتری داشته باشید از الان به بعد. خیلی مراقب خودتون باشید، ترید های خوبی براتون آرزو میکنم، میبینمتون به زودی و خدا نگهدارتون.